دوستان چند لحظه ای استاد برای کامپیوترشون یه مشکلی پیش اومده، الان تشریف میارن. آره چند لحظه صبر کنید، استاد خدمتتون میرسن. سلام، من برگشتم و ببخشید که اینقدر طول کشید. نمیدونم چرا این اتفاق برای لپتاپ من افتاده بود. عذرخواهی میکنم، شرمنده. من قطعا این فاصله ای که قطع بوده توی جلسات بعدی جبران میکنم. برم سراغ پرزنتیشنمون. من اینجا اگر آقای یوسفی زحمت میکشیم نظرسنجی ها رو ببندیم. آها داری انجام میشه. خب اینا رو هم جواب بدید، سلام استاد، دوستان بی زحمت اینا رو هم جواب که بدید. شما حالا با لپتاپتون مشکل پیش اومده بود، به یک بار نت من هم قطع شد. با دوستان تماس گرفتم، جای من اومده بودن توی روم و الان وصل شد، نظرسنجی رو گذاشتم دیگه. منم یه پوزشی به شما بدهکارم واسه قطع شدن اینترنت. خواهش میکنم. این اتفاقاتی که هیچ وقت روش نمیشه برنامه‌ریزی کرد. خب اگر تا همینجا نگه داریم بعد دوباره اینا رو میاریم. من میخوام صفحه رو شیر بکنم اگر اجازه بفرمایید. من اینا رو اگه ببندی شما که من اگه استاف هم شیر کنم ممنون. الان درستش میکنم. ما در خصوص قرارداد هوشمند جلسه قبل صحبت کردیم. بعد توضیح من دادم که این قراردادهای هوشمند اگر این اسکرین اینجوری بکنم شما فول می‌بینید.
میبینید دیگه، مثل که اگر مشکلی دوباره پیش نیاد. قرارداد هوشمند میاد رو بستر بلاکچین هایی که این ظرفیت رو به وجود آوردن قرار میگیره و یک سری خدمات میده. یه نمونه هم زدیم، بحث بیمه با اون ماشین خودران بود. انواع قراردادهای هوشمند هم با هم دیدیم، رسیدیم به قسمت AML و KYC. ببینید همین کاری که الان شما دارین توی بحث نوبیتکس انجام میدین، یک کاغذ می نویسین من میخوام مثلا با نوبیتکس معامله کنم، کارت شناساییتون و کارت بانکیتون میگیرین، وای میسین و عکس میگیرین. همین اتفاق در تمام صرافی های خارجی هم به وقوع میپیونده، یعنی از شما یه احراز هویتی میخوام. من خاطرم هستش که چند سال پیش بود یه مبلغی، حالا خیلی عدد چیزی هم نبود، حدود 5000 دلار بود که من منتقل کردم به حساب پرفکت مانی. اون موقع شما این صرافی‌های داخلی رو نداشتی، اکثرا گروه‌های تلگرامی بود میفروختن و خب خیلی هم نمیشد بهشون اعتماد کرد. اون موقع فرهاد اکسچنج هم کار میکرد، ولی مثلا کاری که انجام داده بودیم بابت اینکه وریفای بشم انجام نشده بود و کسی هم پاسخگو نبود. سایت بزرگی بودن، حالا نمیدونم همچنان فعالن یا نه. مجبور شما از این وچرها بخری ببری با اون سایت‌های بیرونی کار کنی. من این مبلغ رو گرفتم زدم به حساب پرفکت مانیم که منتظر بودم برای من چه کاری انجام بده، تایید دریافت پول رو بده و من بتونم تیکه تیکه در زمانهای مناسب تیکت مورد نظر رو مثلا میزان مبلغش رو مشخص بکنم و یه خرید انجام بدم از یک صرافی. اتفاقی که افتاد، روز اول که اومدم برم استفاده بکنم، دیدم که به من میگه حسابت بند شده و اینکه شما اجازه دسترسی نداری. ایمیل زدم و پیگیری شدم. ببینید برای یه عدد مثلا ناچیزی حدود 5000 دلار از من و همه کسانی که دارن با این سایت کار میکنن اسناد مثبت خواست، که حالا دیگه من مجبور شدم برم پرینت بانکمو بگیرم، به زبان انگلیسی باشه، از صفحه اول دفترچه‌ام عکس بگیرم. خیلی از این اطلاعات اینجوری از من خورد خورد خواست تا پول منو باز کرد. ببینید KYC و AML، حالا KYC به صورت خاص که همین احراز هویت مشتریان میشه، از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و بعضی جاهای اینجوری یه دفعه گیرتون میندازه. این تجربه رو بهتون منتقل کردم که شما بدونید که یه همچین اتفاقاتی میتونه رخ بده. اهمیت شناسایی دو طرف هست توی به هیچ عنوان، همین الان بهتون میگم با این گروه های تلگرامی و آدم های ناشناس که میگن از ما KYC نمیخوایم، همینجوری بیا بهت میفروشیم میخریم، تو اول پولو بزن فلان، اینا همه کلاهبرداری، یا نبیا حضوری، اصلا اتفاقاتی عجیبی میفته. شما بدون کیساش با از مثلا پلیس فتا بعضا برنامه هایی میذاره اینا رو توضیح میده، جمع آوری کنید و ببینید چه اتفاقات عجیب و غریبی میفته. توی AML که آنتی مانی لاندرینگ هست، بحث قوانین ضد پولشوییه که شما باید محل اثر پولتون رو مشخص بکنید و اسناد مثبته بدین مثل همین مورد و KYC هم انجام شده باشه. اینها مواردی هست که زیر مجموعه FATF هست و الزامات نهادهای مالی. تجربه وبسایت سیلک رود هم میبینید که به همین منوال هست و باعث شده که تعداد، حالا مقدار قابل توجهی بیت کوین، 966 تا بیت کوین بوده یه حساب متصل به سیلک رود که قبل از این رشد یه بیت کوین بهش میخوره و 967 تا رو منتقل میکنه به یه کیف پول دیگه. و خب این خیلی اهمیت داشته چون پول از پول کار خلاف بوده و بحث پولشویی توش مطرحه. نکات مهمم در KYC، ببینید این خارجی مثالی دارن دلستبس، هرچی کمتر اطلاعات بدید و اطلاعات مورد نیازشون رو بدید، اطلاعات بیشتر ندید. ببینید اتفاقی که الان تو این عموم ما میفته، مثلا به کسی میگی شماره کارتتو به من بده، یه عکس از روی کارتش میگیره که یک تاریخ انقضای کارت CVV2، اینا دیتاهایی نیستش که، و حتی بعضا مثلا شماره حساب، شماره شبا، حالا این بالا رو کارتا بسته به نوع بانک این اطلاعات هم گذاشته، اینا رو نباید بفرستید. دستتو بگیر روش، یه تیکت بچسبون روش، یه استیکر بچسبون روش که دیده نشه، همون قدی که ازتون اطلاعات خواستن بدید. علتش چیه؟ به هیچ عنوان من نمیگم